سنی های تندرو در پوشش مکتب خانه های قرآنی در مصر عناصر داعش را تربیت می کنند. مکتب خانه های حفظ قرآن در مساجد مصر به دلیل آموزش و تربیت افرادگرایان با افشاگری های رسانهی و اعمال فشار از سوی مقامات مصری مواجه شدند. محمد مختار جمعه وزیر اوقاف مصر با انتقاد از فعالیت های این مکتب خانه ها گفت این مراکز از مهمترین ابزارهای استخدام پیروان ایدولوژی افرادگرایی هستند. وزیر اوقاف مصر که در نخستین کنفرانس ملی جوانان مصر سخن میگفت گفت افزود این وزارتخانه با همکاری وزارت همبستگی اجتماعی مصر طرح قانون من کردن فعالیت همه مکتبخانه های قرآن را با هدف پایان دادن به پرورش نسلی افرادگرا آغاز کرده است. وی در بخش دیگری از سخنانش مدعی شد دولت مصر هرگز اجازه تدریس یا تأسیس مکتبخانه به کسانی که افکار و گرایش های سیاسی دارند نمی دهد و بسیاری از مکتبخانه هایی که بر اساس احکام رسمی صادره بسته شده در راسته تلاش ها برای نوآوری در خطابه دینی بازگشایی می شوند. شیخ جابر تایه رئیس بخش دینی وزارت اوقاف مصر نیز از شهروندان مصری خواست فرزندان خود را در مکتب خانه های مجهول الهویه و بینامونشان و نشان ثبت نام نکنند محمد حمدی پژوهشگر و کارشناس امور تشکل‌ها و های اسلامی نیز گفت مکتب هایی در روستاها و دهکده های مصر فعالند که مسئولان آنها روی کردهای وحابی دارند و افکار داعش را در بین کودکان کم سن سال تبلیغ و منتشر می کنند. وجود این مکتب خانه ها در مصر از سوی رسانه ها نیز مورد انتقاد قرار گرفته است. روزنامه الشروق در گزارشی تحقیقاتی در این باره نوشت مراکز آموزش حفظ قرآن و تدریس علوم اسلامی در برخی مساجد اماکنی برای پرورش نسل‌های جدید از داعشیها بودند.